اعدام هستش و سنگین ترین مجازات در نظام حقوقی ایران. امیر تتلو که طی هفته‌های گذشته در تلاش برای بازگشت به ایران بود و عکس و فیلم‌های زیادی هم ازش پخش شده بود، صبح روز چهارشنبه از طریق مرز بازرگان در استان آذربایجان غربی، اونم توی یک جو امنیتی بالا، توسط پلیس ترکیه به ایران تحویل داده شد و بلافاصله به دستور مقام قضایی بازداشت شد. اینو لازم اینجا بگم که من خودم رشتم حقوقه و میخوام براتون از جنبه حقوقی توضیح بدم که چه اتفاقاتی برای تتلو قرار بیفته و قرار چه بلایی سرش بیاد. تتلو فعلا به دستور مقام قضایی در بازداشت موقت قرار داره تا در موردش تصمیم گیری بشه. چون تو مرز بازرگان و در استان آذربایجان غربی دستگیر شده، صلاحیت رسیدگی به این پرونده هم با همین استانه. اما به دلیل حساسیت و تاثیرگذاری که رو افکار عمومی ممکنه داشته باشه، به احتمال زیاد این پرونده رو به تهران بدن و در دادگاه تهران در مورد امیر تتلو تصمیم گیری بشه. امیر تتلو فعلا در بازداشت موقت میمونه تا براش پرونده سازی بشه و اتهامات زیادی که داره بهش تفهیم بشه. همونطور که شبکه خبر طی یک مصاحبه با یک وکیل پایه که دادگستری داشت گفت، از مهمترین اتهاماتی که به امیر تتلو نسبت داده میشه، میشه به شکایت دختران زیادی در ایران، تجاوز، اذیت و آزار دختران و کودکان، اقدام علیه امنیت ملی، توهین و کلی اتهام دیگه اشاره کرد که بیشتر این اتهامات نیاز به شاکی خصوصی داره، یعنی خود دادگاه نمیتونه رسما به اونا رسیدگی کنه. یعنی چی؟ یعنی اگه کسی که ادعا داره امیر تتلو به اون توهین کرده یا اونو مورد آزار و اذیت قرار داده، باید بیاد خودش شخصا شکایت کنه و ادله و مدارک خودش هم ارائه بده. اما گذشته از اینا، مهمترین اتهامی که در حال حاضر میشه به امیر تتلو نسبت داد، طبق ماده 286 قانون مجازات اسلامی، اتهام افساد فی الارض، اونم به دلیل اشاعه و ترویج بی‌بندوباری، فساد و فحشا در سطح گسترده بین مردم، خصوصا جوانان و نوجوانان، که حکمش اعدامه که سنگین ترین مجازات تو جمهوری اسلامی به شمار میاد. با اطمینان کامل نمیشه گفت که امیر تتلو طبق این ماده حکم اعدام میگیره. اما تو چند سال اخیر افرادی با جرایم نسبتاً کمتر از امیر تتلو مشمول این ماده شدن. پس محکوم شدن امیر تتلو به اعدام نباید دور از ذهن باشه. همونطور که گفتم، پرونده سازی و تفهیم اتهام به امیر تتلو زمانبره و به این زودی انجام نمیشه. حالا اینجا دو تا نظر به وجود میاد. نظر اول اینه که با اعدام امیر تتلو، دولت اسلامی قدرت و اقتدار خودش رو نشون میده و میگه که با هر کسی که در مقابل قوانین و مقررات اسلامی بیسته به سختی مقابله میشه. نظر دوم اینه که با اعدام نکردن امیر تتلو و انجام دادن اقدامات اصلاحی و تربیتی روی اون، دولت اسلامی میتونه مهربانی و عطوفت خودش رو نشون بده. حالا شما با کدوم نظر موافقید؟ نظر اول که میگه امیر تتلو باید اعدام بشه، یا نظر دوم که میگه امیر تتلو مستحق اعدام نیست؟ حتما نظر خودتون رو کامنت کنید، ویدیو رو لایک کنید و چنل منو سابسکرایب کنید تا از جدیدترین اخبار در این باره باخبر باشید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.